سلام علی شیرازی هستم و با برنامه بررسی روزنامه های امروز ایران پنج شنبه دهم ده اسفند ماه در خدمت شما هستم تأخیر 84 روزه دولت در ارائه لایه بودجه به مجلس و عدم حضور احمدی نژاد برای تقدیم بودجه به هیئت رئیسه موضوعی بود که اکثر روزنامه های امروز با آن پرداخته بودند روزنامه آرمان در تیتر عکس خودش تیتر زده بودجه آمد احمدی نژاد نیامد در این گزارش آمده 84 روز تأخیر در ارائه لایه بودجه کم نبود. عدم حضور رئیس جمهور در مجلس برای تقدیم لایه بودجه و عدم ارائه گزارش سالانه برنامه پنجم هم بر آن اضافه شد تا روز گذشته صدای گلایه نمایندگان درآید. گرچه محمود احمدی نژاد برای حضور در مجلس جهت تقدیم لایه بودجه هیچ الزام قانونی نداشت اما ارائه گزارش سالانه تکلیف قانونی اوست. به همین دلیل برخی نمایندگان اعتقاد دارند تا وقتی محمود احمدی نژاد برای عمل به تکلیف قانونیش به مجلس نیامده لایحه بودجه اعلام وصول نشود اما گردانندگان مجلس این پیشنهاد را قبول نکردند لایحه بودجه سال 92 کل کشور و لایحه 312 همه بودجه سال آینده روز چهارشنبه نه از سوی محمود احمدی نژاد بلکه از سوی لطف الله فروزنده معاون پارلمانی وی به مجلس ارائه شد این نخستین بار است که بودجه سالانه کشور از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه نمی شود و همین امر هم سبب اعتراض و تذکر نمایندگان شد. آن طرفتر از میدان بهارستان که در آن نمایندگان مجلس و معاون پارلمانی دولت سرشان گرم مراسم تقدیم لایحه بودجه بود، جایی حوالی میدان پاستور و در ساختمان ریاست جمهوری خبرنگاران در پایان نشست هیئت دولت از محمود احمدی نژاد درباره اعتراض نمایندگان و نرفتن وی به مجلس پرسیدند که رئیس جمهور در ابتدا سکوت را همراه با لبخند کرد و بالاخره خطاب به خبرنگاران گفت هوا به این قشنگی در مورد هوا و وضعیت هوا بنویسید این در حالی است که دولت سال گذشته در ارائه لایحه بودجه 57 روز تاخیر داشت و امسال با 84 روز رکورد تاخیرهای خود در چند سال اخیر را شکست. تاخیر 84 روزه در تحویل لایحه بودجه و خودداری محمود احمدی نژاد از حضور در مجلس با تذکرها و اعتراضهای نمایندگان همراه شد و حتی برخی از آنها خواستار آن شدند که موضوع تحویل بودجه به رأی نمایندگان گذاشته شود. تا اگر نمایندگان با آن موافقت کردند لایحه بودجه دریافت شود در همین راستا نادر قاضیپور نماینده ارومیه در اعتراض به این موضوع و با اختار به اصلهای 121 و 122 قانون اساسی اشاره و تاکید کرد که رئیس جمهور باید برای ارائه بودجه به مجلس گزارش عمل کرد میداد این نماینده مجلس رفتار احمدی نژاد را مناسب ندانست و ادامه داد اگر آقای رئیس جمهور میخواست لایحه را بیاورد چرا همان دیروز بودجه را به مجلس نداد اشاره وی به جلسه هشتم اسفند مجلس و حضور احمدی نژاد برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود به عنوان وزیر ارتباطات بود که در نهایت نمایندگان به محمد حسن نامی رأی اعتماد دادند احمد توکلی نیز از دیگر نمایندگانی بود که به حضور نیافتن محمود احمدی نژاد اعتراض کرد و گفت این کار رئیس جمهور پس از 34 سال با آن مقدماتی که داشت متاسفانه نوعی توهین به مجلس تلقی می شود. این نماینده منتقد دولت در ادامه سخنان خود پیشنهاد داد که مجلس لایحه چند دوازدهم را اعلام وصول کند و لایحه بودجه را نگه دارد و جلسه فوق را در روز پنجشنبه تشکیل دهد تا رئیس جمهوری حاضر شود و وظیفه قانونی خود را انجام دهد. در صفحه دو هم آرمان واکنش احمدی نژاد به عدم حضورش را در مجلس انعکاس داده با این تیتر جوابهای بهاری آقای رئیس جمهور در این گزارش آمده هوای این روزهای تهران بهاری است نسیم خوش و آسمان صاف توازنی مطبوع رقم زده و همه را سر شوق آورد رئیس جمهور هم که این روزها بیش از هر زمانی از بهار میگوید و زندباد سر می دهد. صبح روز گذشته تحت تاثیر این جو دلانگیز به میان خبرنگاران آمد و پس از پایان جلسه هیئت دولت سخنانی بر زبان راند که شاید کمتر کسی انتظار آن را داشت البته وی شهره به این اظهار نظر... نظرات فلبداه و جالب توجه است و بیگمان این جو روح نواز هم مزید بر علت شد تا وی پاسخهای خود را با کنایات و اشارات مستقیم و در لفافه مزین کند و جلسه خبری متفاوتی رقم بزند. مهمترین فرایندهای سیاسی چند سال اخیر که از حان عمومی را به خود معطوف کرده مذاکرات ایران و پنج به یک در عرصه بین و نحوه ارائه لایحه بودجه در حوزه داخلی بود نکاتی که مورد سوال خبرنگاران نیز قرار گرفت اما رئیس دولت با خنده واکنش نشان داد و جوابهای غیر متداول به این سوالات داد به ترجیح داد این بار به حاشیه بیشتر از متن بها دهد و تنها در خصوص موضوع انتخابات نظام پزشکی جواب مفصل و مشروحی مبذول دارد. پاسخی که در زیل آن برخی نهادها را هم به چالش کشیده و آنان را متهم به دخالت در فرایند انتخابات نظام پزشکی کرد و عنوان داشت که منتظر گزارش این انتخابات است تا در خصوص آن تصمیم گیری کند. احمدی نژاد در واکنشی دیگر صدا و سیما را هم از تیغ انتقادات خود بی بهره نگذاشت و ضمن ابراز نارضایتی نسبت به قطع پخش مستقیم کنفرانس خبری خود در خصوص برنامه های انتقادی این رسانه عنوان کرد من این برنامه ها را نمی بینم حرفا علیه دولت تکراری است پس از پایان جلسه هیئت دولت و طبق یک رسم جا افتاده رئیس جمهوری به میان خبرنگاران می آید تا به سوالات آنان پاسخ گوید روز گذشته نیز همین روند تکرار شد اما با این تفاوت که محمود احمدی نژاد ترجیح داد به سبک و سیاق خودش فارغ از موضوع سوالات جوابهایی که خودش میپسندد را در پاسخ به خبرنگاران ارائه دهد برای اولین بار در تاریخ سی و چند ساله انقلاب رئیس قوه مجریه برای ارائه لایحه بودجه به مجلس نرفت و این وظیفه را به یکی از معاونانش سپرد این نکته روز گذشته مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت در وهله اول و در جواب اولین خبرنگاران رئیس جمهور تنها به سؤال سکوت بسنده کرد و پاسخی نداد و پس از اصرار خبرنگاران در جواب دومین سال در این خصوص گفت تمامی اعضای کابینه مثل خود بنده هستند و 76 میلیون نفر از مردم نیز عضو دولتند. در صفحه اجتماعی آرمان هم این تیتر جلب نظر میکنه سنگسار در شرع هست شدنی نیست. در این خبر آمده سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت نام سنگسار از قوانین برداشته شده و دیگر در قوانین قید نشده است ولی این مجازات طبق چیزی که در شر مقرر شده به همان صورت عملی خواهد بود و مانند سایر احکام اسلامی معتبر است محمد علی اسفنانی افسود جفسازی رسانه های غربی علیه اجرای احکام اسلامی در ایران ریشه در دشمنی غربی ها با ما دارد و البته با تغییر قوانین دیگر این بهانه از آنها گرفته شده است عضو کوفراکسیون اصولگرای آن رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد با حسب واژه سنگسار فقط نحوه اجرای یکی از حدود در قانون قید نشده است البته اجرای این حکم در کشور بسیار نادر بود و متاسفانه در عرصه بین المللی انعکاس نامناسبی داشت اسفنانی تاکید کرد ما در شرع نمیتوانیم سنگسار را حذف کنیم اما در قانون دیگر چیزی تحت عنوان سنگسار نداریم وی در خاتمه گفت جفسازی رسانه های قلبی علیه اجرای احکام اسلامی در ایران ریشه در دشمنی قلبی ها با ما دارد و البته با تغییر قوانین دیگر این بهانه از آنها گرفته شده است از روزنامه از اعتماد هم ستون تنز کابوس رو براتون در نظر گرفتم با این تیتر بهار چی هست اصلا؟ پیمان مقدم در تنز امروز روزنامه اعتماد نوشته خب به عنوان دشت سر چراغی امروز باید بگم که جناب چمران هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهند شد. آقای بیادی دبیرکل جمعیت و آبادگران جوان فرمودن با توجه به درخواست های مکرر شخصیت های مطرح، نیروهای مذهبی، علمی، فرهنگی و دانشگاهی از وی چمران قطعا نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. خدا زیاد کند. همینطور پیش برویم در انتخابات آتی یک دور تسبیح نامزد خواهیم داشت امو جان در حالی که تسبیح مبارک را میگرداندن و زیر لب دعا میخواندم فرمودند چیه؟ ناراحت هستید؟ چشم ندارید رونق در هیچ زمینه را تحمل کنید حتما باید همیشه رکود باشد و شما برایش مرسیه بخوانید. بعد وقتی به برکت از شما میگوین هرز نگار به دکمه کتتان بر میخودد و زنج مویه را میندازید چطور زورتان میآید از شکوفایی و رونق و رشد اقتصاد اطلاع رسانی کنید یعنی در این مملکت صبح تا شب یقیگیری سیاسی است خب البته فقط یق... یقیگیری که نیست گل و بلبل هم زیاد است منتها به مویتان قسم ما از خودمان چیزی نمیگوییم مثلا جناب محسن رضایی سرقفلی انتخابات ریاست جمهوری فرمودن ما در تامین گوشت و مرغ و برنج و پراید آجزیم چطور است که چین با یک میلیارد جمعیت میتواند تواند موزل بیکاری 340 میلیون نفر را برطرف سازد اما ما در حل مشکل چند میلیون بیکار عاجز مانده ایم خب جناب محسن رضایی هستند نمی شود که از کنار فرمایشات ایشان بی تفاوت رد شد می شود عمو جان شکر را گوشه لپ مبارکشان جای داد و فرمودند خوشم میاد که از رو نمی روید هر چه بیشتر میکوبندتان سخت جانتر میشوید آخر یکی نیست به شما بگوید نتیجه این جفسازی و کلی بازی ها چیست؟ دیدید که به کوری چشمتان لایحه بودجه هم تقدیم مجلس شد و روسیاهی به شما هر زنگار هرچقدر هر چقدر خودتان را به در و دیوار زدید باز هم از نمد یک شنبه سیاه برایتان کلاهی بافته نشد. بله باز هم جناب کوچکزاده افاظه فرمودند و به دهان جان هم مزه کرد. البته باید در نظر داشته باشید که جناب احمدی نژاد خودشان برای تقدیم لایحه بودجه تشریف نبردند و نایب فرستادند که مورد اعتراض مجلسی ها واقع شد عمو جان فرمودند چقدر عمله های اصلاحات بیچاره شدند که دستاویزشان برای سنگ عدم حضور رئیس جمهور در مجلس است تا همین دیروز شما مثل کلا قارقار میکردید که سال تمام شد و بودجه نیامد و کار مملکت معطل ماند حال که بودجه آمده ساز کو... کوک کرده اید که چرا بودجه آمده و رئیس بودجه نیامده در ماه آخر سال و نزدیکی بهار کلی کار برای انجام دادن روی زمین مانده فرمودید بهار شنیده اید که ظاهرا شهرداری دستور داده بنرهای تبلیغاتی بهار را از سطح شهر کرده و به جای آنها بنویسند آغاز فصل همدلی مبارک به هر حال انتخابات است و شهردار و رئیس دبیرخانه نم هم رقبای احتمالی خواهند بود در این قسمت از برنامه توجهتون رو جلب میکنم به صفحه اول برخی از روزنامه امروز ایران بهار هم واکنش سپاه به موزه احمدی نژاد درباره انتخابات نظام پزشکی رو مد نظر قرار داده با این تیتر اقدام سپاه قانونی بود محمود احمدی نژاد از بررسی آخرین انتخابات نظام پزشکی در دولت خبر داد و در سخنانی تازه بر هاشیه های سیاسی این انتخابات افزود و از شاعبه اقدام برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از جمله اطلاعات سپاه سخن گفت حرفهایی که شش روز پس از برگزاری انتخابات نظام پزشکی احتمال ابطال این انتخابات از سوی دولت یا ممانعت رئیس جمهور از امضای حکم رئیس جدید سازمان نظام پزشکی را افزایش دهد. اما دیروز سردار رمضان شریف در واکنش به برخی اظهار نظرها پیرامون دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشکی تاکید کرد اقدام اطلاعات سپاه کاملا قانونی بوده و در پاسخ به استعلام مراجع قانونی صورت پذیرفته است. به گزارش روابط عمومی سپاه سردار رمضان شریف مسئول روابط کل سپاه پاسداران در واکنش به برخی اظهار نظرها در زمینه دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه در امر انتخابات نظام پزشکی گفت اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات نظام پزشکی قانونی بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته وی افزود قرائن و مستندات موجود نشان می‌دهد مرجع قانونی قبل از سپاه از دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز استعلام کرده و درباره رد صلاحیت شدگان پاسخ همه آنها منفی بوده است سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه بهتر بود عزیزان قبل از رسانه کردن این قضیه به امکان بررسی و پیگیری دقیق موضوع از مجاری قانونی و دلایل متقن و محکم رد صلاحیت ها می, می اندیشیدند اظهار داشت حفظ آرامش، وحدت و یک پارچگی در کشور نیازمند ازم ملی و تمکین قانون است و سپاه پاسداران همواره سعی کرده از ورود به مسائلی که ممکن است به تشویش و انحراف اسان و افکار عمومی منجر شود پرهیز کند و به وظایف ذاتی خود بپردازد. شریف در پایان تاکید کرده بدیهی عدم اقدام سپاه در پاسخ به استعلام مراجع قانونی در زمینه انتخابات نظام پزشکی یک کار خلاف قانون محسوب می شود. روزنامه شرق هم در صفحه اجتماعی خودش مصاحبه ای داره با مدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان فراورده های گوشتی با این تیتر واردات گوشت آلوده کار ما نیست توقف واردات گوشت توسط بخش خصوصی و تعاونی ها ورود شرکت های شبه دولتی در واردات گوشت و نقش تولید کنندگان فراورده های گوشتی در افزایش قیمت گوشت از جمله مسائل مهمی است که محمد موسوی مدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان فراوردهای گوشتی در گفتگو با روزنامه شرق عنوان کرده مدیرعامل اتحادیه تولید کننده فراوردهای گوشتی این گونه آمار داد که در حال حاضر حدود 26 شرکت شبه دولتی واردات گوشت را بر عهده گرفتند به گفته موسوی هرچند که مراجع دولتی برای واردات گوشت به بخش خصوصی هم مجوز می دهند اما بروکراسی اداری و برخوردهایی هایی که با بخش خصوصی صورت می باعث ابطال مجوز های صادر شده و عدم ورود بخش خصوصی در این وادی شده است وی در پاسخ به این سوال که شایعاتی منتشر می شود که گوشت های وارداتی از نظر کیفی و بهداشتی مشکل دارند شما این موضوع را تایید می کنید یا نه گفته نه به هیچ عنوان این شایبه را تایید نمی کنم. در حال حاضر ما و بخش خصوصی نقشی در واردات گوشت اما از صنعتی و خوراکی نداریم. دستگاه های دولتی هم در برابر چنین شایعاتی می گویند که اینها تماما سفسطه و دروغ و تست های آزمایشگاهی هم این را تایید می کنند که گوشت های وارداتی سالم و خوب هستند. تنز روزنامه قانون هم امروز این تیتر رو داره. برای حفظ جان مردم خود را نامزد انتخابات می کنن. آیدین سیارسری امروز نوشته امروز به دیدار یکی از کاندیداهای کمتر دیده شده انتخابات آمده ایم تا ببینیم برنامه های ایشان برای انتخابات پیش رو چیست و اصلا چه شد که تصمیم گرفتن پا به عرصه انتخابات بگذارن جناب کاندیدا سلام علیکم لطفا خودتون رو معرفی کنید به نام خدا با سلام خدمت شما و بیرندگان محترم بنده منتخب به ملت هستند اون که بله ولی سوال من راجع به آرزوهایتان نبود اسمتان را پرسیدم اسمتان چیست؟ منتخب ملت نه نه ببینید اسم اسمتان چیست؟ مثلا ابراهیم جعفری، کریستیان و رونالدو از این جور چیزها نام کوچکم منتخب است و نام خانوادگی هم ملت در واقع نامم را مدتی پیش به مناسبات انتخابات عوض کردم که البته خیلی کار دشواری بود چون گزینه‌های زیادی را روی میز می‌دیدم چه جالب چه گزینه های روی میز بود؟ نام چون نوکر مردم نجات، نابودگر تورم آبادی، اشتغالزایی جوانان، امیرکبیر 2013، اسپایدرمن و جانگوی آزاد شده هم بود که متاسفانه این آخری را آقای تارانتینو زودتر اقدام کرد و گذاشت روی فیلمش. حالا با وجود این همه گزینه چرا این نام یعنی منتخب ملت را انتخاب کردید؟ چون نام و نام خانوادگی طوری است که تا آخر اون با آدم میماند. به طوری که من اگر رأی هم نیاورم بعد از انتخابات همچنان منتخب ملت میمانم و همه به هم میگویم منتخب ملت و من خوشحال میشم بفرمایید که اصلا چه اتفاقی افتاد که شما تصمیم به ورود به انتخابات گرفتید عرض کنم خدمتتان که روزی در دفتر کارم نشسته بودم و داشتم پسته میخوردم که ناگهان احساس کردم این روزها مردم چقدر تحت فشار هستند همان لحظه بود که احساس تکلیف بهم دست داد و گفتم باید هر طور شده وارد شوم آقای منتخب ملت مگر شما قبلا در همین دولت نبودید آن موقع مردم تحت فشار نبودن فشار یهو دم انتخابات ظاهر شد بله دقیقا به محض اینکه بنده از وظایفم کنارگیری کردم کنترل اوضاع از دستشان خارج شد و همه چی به هم ریخت خودتان کنارگیری کردید یا تان کردن من به خواسته خودم اخراج شدم جان هیچی بگذاریم به عنوان آخرین سوال بفرمایید که پایگاه مردمی خود را چطور میبینید صاف آینه تریدی نه نه منظورم این بود که پایگاه مردمیتان را چگونه ارزیابی میکنید خیلی عالی و مطلوب شخصیت های مطرح از من خواستم پا به عرصه بگذارم و گفتم به خدا اگه کاندیدا ناراحت میشی میریم ستاد کاندیدای دیگر. ده ها دانشجو هم اعلام کردند که در صورت حضور نداشتن این جانب اقدام به خودکشی خواهند کرد ولی شنیده ها ها که از آن است که این چند نفر توسط خود شما حمایت و ساپورت میشوند بله از طرف ما ساپورت میشوند یعنی ما با زیرکی به آنها گفتیم که بگویید اگر ما نیاییم خودکشی میکنید خب این که نشد پایگاه مردمی آقای منتخب ملت به هر حال حفظ جان انسان, هم، انسان ها هم مهم است اگر ما نیامدیم و اینها خودشان را کشتند چه کسی پاسخگوست؟ چیه چرا قیافت اینجوری میکنی؟ هیچی خوشحالم که وارد انتخابات میشید خوشحالیه. دیدی حتی خود شما هم مشتاق ورود من هستید جناب منتخب ملت من دیگر حرفی ندارم اجازه بدهید از کادر خارج شوم بفرمایید خارج شوید متشکرم خدا نگهدار یه چیزی بله یه موقع اگر به انتخابات ورود نکردم شما خودتان رو نکشیده ماشاءالله با مزه هم که هستید با مزه نه بگو کاریزماتیک و در پایان توجهتون رو جلب میکنم به کارتونهای های انتخابی امروز کارتون روزنامه اعتماد کاری از آروین کارتون روزنامه قانون کار محمد رضا میرشاه ولد کارتون خبرگزاری ایسنا کار جواد تکجو کارتون روزنامه جم، محمد علی رجبی کارتون علی کاشی در روزنامه مردم سالاری کارتون روزنامه شرق کار کیوان زرگری کارتونی از مانا نیستانی و در پایان کارتونی از توکا نیستانی از اینکه امروز هم همراه برنامه بررسی روزنامه بودید از شما سپاسگزارم تا فردا ایام به کام شب و روزتان خوش